الان ساعت چنده؟ فکر میکنم تا 3-4 ساعت دیگه من باید برگردم. خیلی حال غریبی دارم. الان با مادرم خداحافظی کردم. نمیدونم خداحافظی باشه اینا، بعد گفتم که دیگه من دارم میرم. حالا یا تا 3 سال دیگه همدیگه رو میبینیم یا اینکه نمیبینیم بازم. اما دیگه مجبورم اندازه 3 سال خداحافظی کنم. چون هیچ جنبندی ندارم که کی قرار دوباره مرخصی بدن، کی ندن، اون تو چه اتفاقاتی برای آدم میافته. ولی خوبم. دیروز مهسا رو دیدم، خیلی جالب بود. مهسا میگفتش که خوبم، ورزش میکنم، کتاب میخونم. مفصل داره کتاب میخونه. بعد میگفت دارم اینجا با یکی از این دوستاشون که مدرس زبان انگلیسی بود زبان میخونه. بعد جیلا اومد به من گفتش که مهسا چنان کار میکنه، یعنی پای سر هم کتاب میخونه، زبان میخونه، که آدم احساس میکنه عجله داره، فکر میکنه مثلا 2 روز دیگه آزاد میشه. بهش گفتم ها عجله نکن، حالا تو حبس هستی. ولی نکتهش اینه که گفتم جیلا خیلی جالبه اگه تو به این سختگیری از مهسا تعریف کنی، اگه تو با این سختگیریات از مهسا تعریف کنی، پس معلومه درست داره کار میکنه. ولی بهش گفتم مثل شام آخر میمونه، اینم ملاقات آخره، ما دیگه باید بریم. خودش عشق میریخت اما نمیذاش من گریه کنم. میگه نه دوست ندارم گریه کنی، دوست ندارم گریه کنی. چشاش پر اشک شد، خداحافظی کرد. و وقتی که باهاش خداحافظی میکردم احساس کردم که این چه سرنوشتیه. حالا حتی این فرصت دیدن توی زندان هم گرفته شده. نمیدونم، حالا ما روزنامه‌نگارا توی شرایطی قرار گرفتیم که باید بیش از هر چیز دیگه به فریاد هم برسیم. به خصوص که گاهی وقتا تو زندان فکر می‌کنم حالا دیگه انجمن صنفی هم وجود نداره، حالا دیگه هیچ نهاد و تشکیلاتی که بتونه یه بخشی از مشکلات روزنامه‌نگارا، اونایی که تو زندانن، رو حل بکنه وجود نداره. بالاخره کسی که روزنامه‌نگار میشه این شرایط رو میپذیره. قطعا خونده، شنیده، دیده که روزنامه‌نگارا میان فعالیت میکنن، زندان میرن یا مشکلاتی براشون به وجود میاد. اما اینکه بشه آدم توی حوزه صنفی از یه اطمینان خاطری برخوردار باشه یا از یه حمایت صنفی خودش برخوردار باشه خیلی خوبه. من همیشه تو بعد از 88 پیوند مثال زدم، گفتم سینماگرها فوق‌العاده‌ان. وقتی که برای یکیشون مشکل به وجود میاد یا وقتی برای خانه سینما مشکل به وجود میاد، چنان فعالیت میکنن و چنان از پتانسیل‌های خودشون برای بسیج افکار عمومی و برای اطلاع رسانی به افکار عمومی استفاده میکنن که میتونن موج ایجاد کنن و این موج باعث میشه که بخش زیادی از اون فشارهایی که روشون میشه رو کم بکنه در اثر این موج. ولی متاسفانه الان که دیگه انجمن صنفی وجود نداره، آدم احساس میکنه حالا بعضی از این روزنامه‌نگارهایی که تو زندانن و گمنامن، مثل سیامک قادری، مثل محمد داوری و مثل خیلی های دیگه که شاید حتی من الان اسمشون هم نمیبرم، اما مهسا همیشه میگفت بودم میخوام یه یادداشتی بنویسم که اسم این روزنامه‌نگارای گمنامو بیارم، خیلی بی‌پناه‌ترن. و چقدر خوب میشه که بچه‌ها تو شرایطی که اینجا نه خانواده‌ها میتونن حرکتی بکنن، نه دوستان میتونن حرکتی بکنن، بچه‌ها زبان گویای این روزنامه‌نگارا باشن. مثلا خب شهید عبدالرضا تاجیک رفته بیرون کار میکنه، دقیقاً توی این ایام رفته بیرون خوبم کار میکنه، احسان مهرابی هم همینطور. خیلی خوبه که اینا اخبار بچه ها رو دنبال بکنن و به موقع و به جا زبان گویای خیلی از بچه ها باشن، چون ما که خانواده هم که نمیتونن اینجا حرکتی بکنن. خودمون هم که تو زندان اسمش رو خودشه، توی زندان هستیم با هزار تا محدودیت و مانع و مشکل مواجهیم، ولی حداقل سمت همون که میتونه کار بکنه، یعنی کار سمتی که دیگه میتونه بکنه. خب دیگه باید برم، سخته. میدونی چند دیشب به یه سری از بچه ها میگفتم نامردان، اینقدر با آدم محبت میکنید که آدم جدا شدن از این فضا برایش سخته. ولی سختی ماجرا اینه که این خداحافظی اونی که باید باشی و باش خداحافظی کنی نیست. نمیدونم این سرنوشت ماست. آدم میاد که مثلا همسرش رو ببینه نیستش، خواهد بیاده که از اون خداحافظی کنه نیستش. خداحافظ، همه تون رو دوست دارم.